بسم الله الرحمن الرحیم. سلام می‌کنم به دانش‌آموزان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب و درجه یک باشه. بریم با هم یه جمع‌بندی کنیم از آخرین گفتار فصل هفتم زیست دوازدهم. تو این گفتار بچه‌ها میاد کاربردهای بیوتکنولوژی، همون زیست فناوری رو برای ما تیتر میکنه که حالا اینجا خودش دیگه برای ما قشنگ میشمره دیگه. آقا کاربردهایی که مثلا تو کشاورزی برای ما داره که مثلا بتونیم افزایش چشمگیری داشته باشیم تو محصولات کشاورزی مثل گندم و برنج و ذرت و اینها، استفاده بکنیم از کود سموم شیمیایی، کشت انواع محصول، استفاده از ماشینالاتشون، افزایش سطح زیرکش، اینا خوبه. ولی خب یه سری عواقب زیانبار هم برای ما میشماره دیگه که آقا آلودگی محیط زیست، اینجوری از اون خوشحال نشی، عواقبی هم داره. بله قرار آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع زیست، کاهش تنوع ژنی، تخریب جنگل و مراتع، اینها از این مدل هست که یعنی از اون ور وقتی گندشو در بیاری اینجا این عواقب هم برات داره. ولی بچه‌ها من یکم حالا تستی‌تر بخوام صحبت بکنم. ببینید بچه‌ها، یکی از نکات تستی این گفتار که خیلی مهمه اینه، مواظب کلمه آفتکش و علفکش باشید تو تستا. ببینید بچه‌ها، علفکش منجر به از بین بردن علف‌های هرز میشه. آفتکش آقا مثلا حشرات مضر برای گیاهان مثل قارچ و این عواملی که میتونن ضررده باشن برای خدمت شما هر ثبت که گیاهان ما. ناگهان بچه‌ها، ما تو بیوتکنولوژی اومدیم نکته‌ای که داره اینه، یک گیاهانی که مقاومن به علفکش‌ها رو حاصل کردیم. ببین تو زمانی که یک گیاهی مقاوم به علفکش، میزان سمپاشیت کم نمیشه ها، همون سمپاشی رو انجام میدی، ولی دیگه اون گیاه تو چون مقاومه به این علفکش اون مقاوم میمونه، ولی اون علفهای هرزه درش از بین میرن. این از این موضوع. از اون ور محققین فهمیدن که یک سری از باکتری های هستن، باکتری خاکزی تو خاک دارن زندگی میکنن، اینها پروتئین هایی رو میسازن که این پروتئینه یا حالت پیش سمیه که وارد لوله گرش حشره که میشه، حشره رو از بین میبره، موجب مرگ اون حشره میشه. گفتن چقدر جالب، آقا این حشره میخواد حمله کنه به گیاه من، آفتی باشه برای گیاه من، من این چجوری این پروتئین این باکتری ساخته، در دی ان ای حلقوی خودش ژن این سازنده این پروتئین داشته دیگه، من این ژن رو منتقل کنم به اون گیاه و این گیاه مقاوم میشه به این آفت ها، که نه برای هر آفتی هم بچه، برای حشره هه. برای همین هم هست که کتاب میگه سمپاشیمون اینجا بچه سمپاشی کمتر میشه، لکن صفر نمیشه ولی کمتر میشه. چرا؟ چون زمانی که فرض کنید مثلا الان داستان گیاه پنبه رو با ما میگه دیگه، زمانی که بچه اگر این مقاوم نباشه، مثلا میگه آقا لارو اینجا تو اینجا به ما نشون میده، این لارو حشره وقتی نفوذ میکنه به قوزه در این گیاه پنبه ما، اگر زمانی که این بنده خدا مقاوم نباشه، اون ژن رو نداشته باشه، خیلی باید شما سمپاشی زیادی بکنه که بتونی اینا رو از بین ببری دیگه، ولی وقتی که این خودش مقاومت داشته باشه سمپاشی کمتری انجام میده، یعنی اون ژن رو منتقل کردی که اون پروتئین رو بسازه. چرا آقا سمپاشی کمتر دیگه نیازی نیست؟ به خاطر اینکه هر آفتی هم که بچا فقط حشره نیست، همینجوری بهتون گفتم قارچ و اینها میتونه آفته باشه، این داستان برای حشره باز خوبه. تازه اینم تو حشرات هم نیست که بگیم برای همه حشره جواب بده، شاید گونه‌ای از حشرات رو، یعنی مدلی از حشرات نسبت به این داستان، نسبت به این پروتئینه بتونه مقاومت بکنه، برای همین شما سمپاشیت صفر نمیشه بلکه کاهش پیدا میکنه. ولی منظورم اینه، نکن تو داستان علفکش سمپاشی اصلا تکون نمیخورد، فقط اون مقاوم میشد، اینجا سمپاشیم کمتر میشه، این داستان آفت، اون داستان علف، این دوتا رو موازی بشه، اون علفکش این آفت، برای همین چیز میزان آفت کشمون این سموم آفت کش کاهش پیدا میکنه، اونجا میزان علف کشمون کاهش پیدا نمیکنه. آقا این زیست فناوری که اینقدر شما دارید دورش میگردی، تو پزشکی هم مثلا برای ما کمکی کرده؟ بله، مثلا تولید دارو که اینجا بچه تو بحث تولید دارو وارد بحث انسولین میشه، در پستانداران مثل انسان بچه ها انسولین ابتدا به صورت پیش هورمون نسخه غیر فعال ساخته میشه و بعدن فعال میشه. مقایسه این نسخه فعال و غیر فعال خیلی مهمه در تست. ببین نسخه غیر فعال پیش انسولینش پیش هورمونش یک زنجیره پیوسته است، یه زنجیره است. ناگهان آقا توش زنجیره بی، زنجیره آ میونن، بله، ولی زنجیره سی بچه چون اومده اینا رو وصل کرده، در مجموع دیگه یه زنجیره پیوسته شده. نکته اولش. اما نسخه فعال انسولین شامل دو زنجیره است. پس مقایسه اول، نسخه فعال دو زنجیره است، لکن این یک زنجیره پیوسته است. دو، نسخه غیر فعال بچه زنجیره سی رو هم داره، پس قبول، این فقط نکن دو زنجیره پلیپپتیدی داره، این علاوه بر اون دوتا زنجیره سی هم داره، پس قبول داره تعداد آمین اسید به کار رفته در نسخه غیر فعال بیشتره، تعداد پیوند موجود در این بیشتره چون این زنجیره سی هم داره دیگه.
نکته بعدی ناکن بچه از بین زنجیره آ و زنجیره بی، چه در نسخه غیر فعال چه در نسخه فعال، دو تا پیوند شیمیایی شما میبینید. ببین اینجا هم تو کتاب نشون داره میده که این پیوند شیمیایی است این دوتا، ولی اسمش رو بهتون نمیگه. بد نیست بدونی که این پیوند بچه پیوند دیسولفیدی است، ولی شما حداقل فقط همین، حالا این که ازتون بخواد اسمش چیه بعیده تو گم کن، ولی حداقل این تو ذهنت باشه که این پیوند پیوند پپتیدی نیست، حداقل اینو یادت بمونه، پیوند شیمیایی است که پیوند و دوتا بودنش هم یادت باشه. نکته بعدی بچه ها اینه، در نسخه اینا مقایسهاش مهم ما دارم برات مرور میکنم. در نسخه فعال، در نسخه فعال انسولین زنجیره آ و زنجیره بی دو سرشون آزادن، یعنی هم بخش آمینیشون و هم بخش کربوکسیلیشون آزادن، لیکن در نسخه غیر فعال زنجیره بی سر کربوکسیلیش درگیره. از اون ور نسخه زنجیره آ در نسخه غیر فعال سر آمینیش درگیره، یعنی کربوکسیله این آزاد و آمینی این آزاده، کربوکسیله این درگیره آمینی اینم درگیره، زنجیره سی هم که دو سرش درگیره، هم آمینیش و هم کربوکسیلیش. آمین ببین این نکاتش مهمه دیگه. آقا آمینی الان اینجا این شما داریم که آمینی این رفته درگیر شده، ها چجوری درگیر شده؟ با بخش کربوکسیلی زنجیره سی پیوند پپتیدی داده. پس آقا من نسخه فعال زنجیره سی رو میخوام بگیرم، پس باید پیوند پپتیدی بگو تو بشکونم. چند تا پیوند پپتیدی باید بشکونم؟ خب یه دونه اینجا باید بشکونی، یه دونه هم اینجا باید بشکونی. دو تا پیوند پپتیدی باید بشکونم، دو تا پیوند پپتیدی باید هیدرولیز کنم. آره پس دو تا مولکول ها باید مصرف، آی ماشاءالله دو تا مولکول ها باید مصرف کنیم. به این نکته هم حتما توجه داشته باشید. اینجا بچه ها داستان سال 1362 شمسی ما که معادل سال 1362 ما میشه که تولید انسولین رو برای شما مطرکه، شکلش رو شما نشون داره میده که اومده. چون بچه ها میدونید باکتری نمیتونه برای من نسخه غیر فعال و فعال کنه، این جداساز این سیه رو نمیتونه انجام بده. گفتیم چیکار بکنیم؟ گفتیم ژنشو منتقل میکنیم به باکتری، ولی جدا جدا، ژن آ رو جدا، ژن بی رو جدا، برای من آ و بی رو بسازن، بعد خودم میارم بیرون تو آزمایشگاه که احتمال سخت‌ترین مرحله‌اش هم همینه. این نسخه رو که گرفتی آوردی بیرون، آبیه رو حالا خودت تو محیط آزمایشگاه این پیوند دیسولفیدیار و این ارتباطه رو و نسخه سازی فعالش رو انجام بدی. اما آقا چجوری حالا به باکتری بگیم نسخه اون رو برای ما بسازه؟ از دو پلازمید استفاده کردیم تو یکی از دیگه ترکیب با مانس ژنتیک که در گفتاری خدمتتون گفتم دیگه، به همون روش آنزیم برش دنده بیاری برش بزنی، ژن مربوط به اون زنجیره بی تو تو اون پلازمید، ژن مربوط به زنجیره آر تو یه پلازمید دیگر، و اینجا دی ان ای نو ترکیب شد. دی ان ای نو ترکیب در معرض این باکتری قرار میدیم، با استفاده از شوک الکتریکی یا شوک حرارتی بالا مواد شیمی منافذ ایجاد میکنیم. اون باکتری که گرفتن و با استفاده از همون، چون اون بحث مقاومت به پادزیست هم پلازمشون دارن، چون میخوام باکتری که گرفتن از اونایی که نگرفتن تو محیط کش جدا کنیم، از آنتی بیوتیک استفاده میکنیم. اینا دیگه بلدید دیگه، گفتری یک یاد گرفتین. به هر حال بعدن این ژن ما در اینها بیان میشه، بیان میشه یعنی توسط آرن پلیمرز مخصوص پروکاریوتی رونویسی میشه، امارنش گرفته میشه، توسط ریبوزومش ترجمه میشه و این رشته پلیپپتیدش حاصل میشه، و بعد این رشته پلیپپتید رو میاریم بیرون و در محیط آزمایشگاه این پیوند شیمیایی دیسولفیدی رو انجام میده که گفتم مرحله سختش هم اتفاقا این مرحله شه. آقا دیگه به چه درد ما میخوره؟ اینجا بذار تولید واکسنش رو بگم بعد بریم ژن درمانی. دیگه به چه درد ما میخوره بیوتکنولوژی در پزشکی برای بحث تولید واکسن؟ ببین بچه ها خاصیت واکسن چیه؟ خاصیت واکسن اینه که بدن رو آگاه میکنه از اون عامل بیماریزا که بتونه در حالت آماده باش قرار بگیره، تشکیل اون لنفوسیت‌های خاطره که بشینم قشنگ با استنایپ خودمونیش بگم اومدن تا در نطفه خفش کنن. حالا قدیم چیکار میکردن؟ میکروب ضعیف شده مثلا میفرستادن، بعد خب یه خطری هم داشت، اون میکروب ضعیف شده میرفت در وارد بدن طرف، یا تقویت شد، ترمیم میشد، یا اصلا طرفو بیمار میکرد. اومدن اینجا در اینجا بچه‌ها در بیوتکنولوژی خوبیش اینه، واکسنی که شما تولید میکنی دیگه این خطر رو نداره. میدونین چرا؟ چون محققین گفتن آقا چی میخوای که اون دستگاه ایمنی رو با خبر کنه، اون خط سوم ایمنی شما، اون بخش تخصصی تو با خبر کنی؟ گفتن اون آنتیژن دیگه که گیرنده آنتیژنی اوکی بشه که دیگه قشنگ شناسایی انجام شه. گفتن خب چه کاری خود ویروس رو بفرستی، اون ویروس خطرناکو، ژنی که سازنده اون بحث آنتیژن است، اون ژنو اونم خدمت شما ارسال که بزنیم بگین میکروب غیر بیماریزا، حالا میتونه باکتری باشه یا ویروس، بزنیم به اون بنده خدا وارد کنیم، خودش غیر بیماریزا دیگه، اون وارد بشه
چون ما اون کارتشناسایی اون آنتیژنه برای ما مهمه که معرفیش کنیم به سیستم ایمنیمون. یه نکته بسیار مهم. آقا حالا باکتری قبول دارم حرف تو. مثلا ژن سازنده آنتیژنه یه باکتری بیماریزا خیلی خطرناکو زدیم با یه باکتری غیر بیماریزا. خب اون باکتری غیر بیماریزا اون ژن براش بیان شد و در سطح خودش اون کارتشناسایی آنتیژن رو نشون. حالا ما اینو میزنیم به بدن، بدن فکر میکنه این باکتری همون باکتری خطرناک است. خب آقا برای ویروس چی؟ مگه ویروس توانایی ساخت اصلا پروتئین داره؟ نه. آقا مثلا اصلا ریبوزوم مگه داره خودش که مستقل این کارو بکنه؟ نه. پس این که بهش میگی ژن سازنده یا آنتیژن، مگه اصلا این ببین ژنوم داره؟ ببین چون ویروس حالا بچا دی ان ای داره، داره آر ان ای داره، حالا انواعش تو کنکور شما نمیاد. از مدل دی ان ایش بخوام بگم، اون دی ان ایش این میدونین چه جوریه؟ اصلا این که میگفتیم در بحث ایمنی میگفتیم که آقا لنفوسیتای تی سلول آلودو ویروسو میشناسن، چجوری میشناسن؟ چون آنتیژن سطحشون سلول آلوده ویروس میدونی چجوری میشه؟ به خاطر اینکه اون ویروس وقتی یک سلول آلوده میکنه قشنگ خودش هم تو اون ژنوم جهان میده دیگه، ژنوم اون سلوله. اینجا اون ژن سازنده آنتیژن بیان میشه، درش از امکانات اون سلولی که آلودهش کرده استفاده میکنه و اینو میسوزه بر سطح اون سیاره. مثلا این ماشین، مثلا فرض کنید ماشین معمولی داره بغل داره یو یو این میذاره بالا بیو بیو این پلیس بود اینجوری گذاشت، یا همچین حالتی این سلول حالت طبیعی یهو وقتی میسازه اون آنتیژن آلبر همینم لنفوسیتیمو با خفشون این آلدو ویروس شده. برای همین ما همین کارو میکنیم. حالا میایم چیکار میکنیم؟ اون ژن سازنده آنتیژنی که برای یه ویروس خیلی خطرناک رو میزنیم به یه ویروسی که مثلا غیر بیماریزا است، اینو وارد میکنیم سلول آلوده کنه که بذاره، به خاطر اینکه فقط میخوام دستگاه ایمنی بشناسدش. عرضم خدمت شما عرض شود که اینجا اون نکته که بحث ژن درمانی مطرح میکنه که اولین بار برای دختر 4 ساله روسی که این ژن درمانی انجام شد. ژن درمانی آقا یعنی چی؟ ژن درمانی یعنی اینکه بچه‌ها به جای اینکه هی ما میگفتیم آقا این بنده خدا یه پروتئین در بدنش ساخته نمیشه، فلان بیماریو داره، خب یه پروتئینی ساخته نمیشه، میگفتیم این پروتئین ساخته نمیشه یعنی یک ژنش مشکل داره، اون ژن سازنده اینش معیوبه، خب من برام پروتئین رو براش بسازم بهش بدم. هی ما محصول بهش میدادیم، تا اینکه تو ژن درمانی گفتن آقا چه کاری، هی ماهی به طرف بدی، ماهیگیری یاد طرف بده، بیا مشکلشو از ریشه حل کن. یعنی چی؟ اون ژن سالم رو بهش بده. مثلا اولین بار برای اون دختر 4 ساله هم کار کردن دیگه، لنفوسیت هایش رو کشیدن، چون اون یه سری این تو لنفوسیت های بنده خدا این دختره، دختر بچهه، اون آنزیمی که لنفوسیت های به طور طبیعی الان ماها برای دستگاه ایمنی هم هست، آنزیم پروتئین هست که میسازه، اون نمیتونست بسازه. برای همین مشکلی که اینجا بود این بود، گفتن که چیکار کنیم، لنفوسیتش رو آوردن بیرون، یه سری لنفوسیت بچه‌تون ژن درمانی نسخه معیوب در نمیارن، نسخه معیوب اون ژن سر جاشه، نسخه سالم اضافه میکنن، اضافه کردن و بعد این لنفوسیت به بدن اون دختر بچه برگردوندن، که اینجا یه نکته تستی هم داره دیگه، دانش در خون این دختر بچه شما دو مدل لنفوسیت میتونستی ببینی، نسخه‌ای که فقط معیوب داشت، نسخه‌ای که هم معیوب داشت هم سالم، چون مهندسی شده معیوبش هم سر جاشه سالمش هم. ولی خب مثل همه سلول‌های بدن ما که یه عمری دارن، خب گلوله سفید ما هم یه عمری دارن، بعد دیدن این لنفوسیت مهندسی شده وقتی عمرشون تموم میشه، خب ما بعد لنفوسیت بهشون اضافه کنیم. یکی اون تنش است بگو آقا از ریشه مشکل حل کن. چی؟ آقا پیوند مخصوص سخان. خب برو کارخونه سازنده اینو اوکی کن، تراژنی، اون تراژنی که حالا دیگه نمیشه گفت اینجا براش، بخاطر اینکه گفتم بازم تاکید میکنم بچا تراژن زمانی گفته میشه که اون ژن از گونه دیگرش گرفته باشه. ما اینجا اون ژنی که به این لنفوسیتشون اضافه کردیم از همگونه خودشون بود، چون برای انسانیه. ولی منظور این که اون گفتن آقا این برو مغز استخوانشو دست، اینجوری بگیم دست ورزی ژنی کن، اون از ریشه حل بشه، وقتی تکثیر میشه این نسخه رو تکثیر میکنه دیگه. حالا اینجا تو این شکل هم بچه‌ها این داستان ژن درمانی داره تو نشون میده که میگه آقا یاخته رو بدن میور جدا میکنی، بعد اینجا بچه‌ها مثلا از ویروس به عنوان وکتور یا ناقل برای ما استفاده میکنه، که تمام خیلی هم خوبم هست وقتی ویروس، فقط نکته مهمش هم اینه ویروس رو بچه‌ها دندون نیششو میکشن. دندون نیش آقا یعنی چی؟ یعنی آقا بچه‌ها این ویروس رو یه قطعش ازش جدا کردن. چرا جدا میکنن؟ بخشی از ژنومش که مربوط به تکثیرش رو جدا میکنن، یعنی دندون نیش رو میکشن که پس دادن نزنی الان گندشو در بیاره کل سلول آلوده ویروس بکنه. برای همین اینجا بهتون میگه که نتواند تکثیرش. بعد اون ژن مد نظرش رو جاساز میکنن، بعد اینو وارد اون سلوله میکنن دیگه، سلول دستورزه ژنی میشه دیگه. حالا اینو به بدن بیمار برمیگردن. این میشه ژن درمانی. حتی تو تشخیص بیماری برای ما بیوتکنولوژی مؤثره. مثلا داستانی که برای شما میگه آقا مثلا برای داستان ایدز مثلا بیوتکنولوژی خیلی میتونه کمک ما کنه به تشخیص بیماری که از میدونی چیکار میکنن، مثلا دی ان ای خون این فردی که احتمال میدن
این بیماری و این سندروم رو گرفته باشه، سندروم ایدز، این خونش رو، دی ان ای خونش رو بررسی میکنن. خب یه بخش از دی ان ای موجود در خونش مربوط به دی ان ای خودشه، نگاه میکنن اگه دی ان ای باشه، اگه فرد ایدزی باشه اینجوریه دیگه، دی ان ای هست که حاصل از تکثیر اون ویروس اچ آی وی است. برای همین اینجا میفهمم که این بنده خدا هم مبتلاست به اچ آی وی. و اینجا بچه ها میگه که آقا استفاده میتونیم بکنیم از روش بیوتکنولوژی، اینکه یک سری پروتئین ها، چون بچه یه سری پروتئین ها هست، پروتئین های ویژه‌ای ان، هر پروتئین هم که نمیتونی بدی باکتری برات بسازه، یه سری پروتئین ها ویژه است، مثلا نیاز به شبکه اندوپلازمی زبر داره، نداره باکتری، که اینو چیکار میکنن؟ میان مثلا اینجا اون ژن پروتئین انسانی رو اینجا مثلا بچه‌ها از دیسک یا پلازمید به عنوان ناقل وکتور استفاده کرد، منتقل میکنیم به مثلا اینجا گوسفند داره بهتون نشون میده. فقط نکته مهمش هم اینه دیگه بچه، وقتی داریم منتقل میکنیم به تخمک لقاح یافته یا اون زیگوت تشکیل شده، حواست داد باشه که این زیگوته زیگوته بشه که جنسیت بعدن جنسیت گوسفندی که حاصل میشه ماده باشه، چون بعدا میخوایم ازش شیر بگیریم دیگه، مشخصه دیگه، توضیح نمیخواد که اگه نر باشه بزنی که بعدا نمیتونی ازش شیر بگیری. خودم این نکته بسیار مهمه که حواست داد به این نکته باشه که بعدن گوسفنده ازش از شیرش اون شیره دیگه حاوی اون پروتئینه، چون بیان میشه دیگه، ما هم از شیرش اون پروتئینه رو وارد خودم استخراج میکنیم و استفاده میکنیم. و اینجا هم که دیگه میگه حضرت عباسی اخلاق رو رعایت کنید دیگه، حالا بیوتکنولوژی انقدر حرفه‌ایه گند جهان رو باش در نیاره دیگه، هر علمی باید اخلاقش هم رعایت کرد. خیلی مخلصین، در پناه خدا باشین، سالم و سلامت، زیر سایه پدر مادر، یا علی.